ناگفته های از زندگی نظام الدین قیصری. تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نظریات خود را با ما شریک سازید. نظام الدین قیصری فرزند حاجی عبدالقادر و تاریخ 19/5/1354 در قریه صوفی خلای ولسوانی قیصار ولایت فاریاب در یک خانواده روشن فکر و تجارت پیشه دیده به جهان گشود. پدر قیصری از جمله شخصیت های با نفوذ و یکی از تجاران نامدار همان وقت است. آقای نظام الدین قیصری در زمان حیات پدرش با وی در شغل تجارت همکاری داشت. آقای قیصری دارای تحصیلات نیست، اما به طور نسبی خواندن و نوشتن را می داند. قبل از اینکه منصوب به حیث قمندان مقرر شود و پیشه پدری خود کار صرافی تجارت تیل و کشمش را می کرد. در حال حاضر رتبه نظام آقای قیصری که از طرف رهبری حکومت وحدت ملی داده شده دگرمان است. آقای قیصری دارای 3 پسر و 6 دختر بوده که یکی از پسرانش قبل در شهر میمنه توسط شخصی به نام اجمل و قتل رسید. حالا امان اجمل نام قاتل پسر قیصری در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب از جمله سرگروه های طالبان است. در حدود 6 سال قبل بنابر تجدید عملات گسترده طالبان در ولسوالی قیصار و تلفات افراد نظامی و ملکی در اواخر حکومت حامد کرزی به حیث قماندان نیروی خیزش های مردمی ولسوالی قیصار از مردم دفاع کرد و در اوایل حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور موجود به حیث قماندان امنی ولسوالی قیصار نظر به پیشنهاد آقای جنرال عبدالرشید دوست معاون اول ریاست جمهوری مقرر گردید و همان زمان وی به حیث نماینده خاص جنرال عبدالرشید دوستم در ولایت فاریاب ایفای وظیفه می کرد. آقای قیصری در دوران قماندانی خود چندین بار مرکز ولایت فاریاب یعنی شهر میمنه را از پرتگاه سقوط نجات داد و در راه دفاع از اراضی این ولایت در تمام عملیات ها مشترکاً با نیروهای